اخیراً در اینترنت یک ویدیو منتشر شده که موسوم به اثر سیانور یا همون سیانید بر خون هست. خب باید بگم که این به هیچ وجه درست نیست. سلول های ما برای بقا و فعالیت نیاز به انرژی دارن. این انرژی از طریق اندامک هایی به نام میتوکندری که داخل سلول هست فراهم میشه. اگر سلول رو یک شهر تصور کنیم، میتوکندری در واقع یک نیروگاهه که محصولش یه جور انرژی قابل استفاده برای سلول هاست. در این فرایند گروهی از پروتئین ها که بر روی غشاء میتوکندری قرار دارن یه زنجیره انتقال الکترون رو تشکیل میدن. این زنجیره انتقال الکترون هم حکم ماشین های داخل نیروگاه رو دارن که با انجام یک سری کارها با ترتیبی مشخص محصول نهایی که انرژی هست رو تولید میکنن. خب هر ماشینی برای کار کردن خودش هم نیاز به انرژی داره. این انرژی از طریق الکترون هایی که از غذای مصرف شده ما حاصل شده به این نیروگاه که اینجا اسمش میتوکندری هست میرسه. وارد شدن الکترون طی مراحلی باعث شارژ شدن یه جور موتور که روی غشا قرار داره میشه و موتور شروع به چرخش میکنه. همین عمل باعث تولید انرژی برای سلول میشه. خب حالا وقتی سیانید یا همون سیانور وارد بدن بشه، مرحله یکی مونده به آخر این فرایند مختل میشه، یعنی ماشین یکی مونده به آخر که کار رو یه جورایی آماده میکنه خاموش میشه، چرا که مولکول‌های سیانور بهش متصل میشن و نمیذارن کار کنه. در نهایت موتور هم که مرحله آخر هست از حرکت میسته و تمام، دیگه انرژی تولید نمیشه. پس از مدت کوتاهی سلول میمیره. این واقعه به طور گسترده در میلیاردها سلول بدن رخ میده تا جایی که فردی که با سیانور مسموم شده کشته میشه. دوز کشنده سیانور برای یک فرد بالغ به طور میانگین چیزی حدود 0.3 تا 0.5 گرم هست. یعنی اگر فردی در طی مدت 24 ساعت 0.5 گرم سیانور مصرف کنه، به احتمال بسیار زیادی جونش از دست میده. خب حالا بریم ببینیم پس این ویدیو چی بوده. این که اون ماده قرمز خون هست درسته، ولی اون مایعی که داخلش ریخته میشه سیانور نیست. این ماده به احتمال زیاد هیدروژن پراکسید یا همون آب اکسیژن است. آب اکسیژن یه اکسید کننده بسیار قویه و عموما به عنوان لکه بر مورد استفاده قرار میگیره، مثلا برای پاک کردن لکه خون.